حمله جمهوری اسلامی به آخرین سنگر فقرا نان بین چهل تا شست و شش درصد گران شد منطقه شما یعنی این خدا لعنتتون کنه که مردم رو بدبخت کردید به خدا مردم نون ندارن بخورن نون ندارن بخورن استمرار، انسجام و سراسری بودن سه ویژگی مهم که اعتراض مداوم بازنشستگان را متفاوت کرده اعتراضات اقشار مختلف به قصالان هم رسید تشبیه چادر به پرچم نظام از سوی فرمانده نیروی انتظامی احمد رضا رادان میگوید اگر چادر ما را بگیرند پرچم ما را هم میگیرند اگر چادر رو بگیرن پرچم رو میگیرند و وقتی پرچم رو گرفتن همه کاری میشه و ترکیه نیروگاهی اتمی با ظرفیتی پنج برابر نیروگاه بوشهر افتتاح میکند ولی پرونده اتمی ایران همین امروز هم دوباره روی میز آژانس بود در حال حاضر روی کرده من درباره ایران اینه که سعی کنم مسائل رو حل و فصل کنم و اقدام تنبیهی جدیدی برای این کشور در نظر نگیریم من مایلم تلاش کنم تا همکاریمون به نتیجه برسه و اقداماتی رو انجام خواهم داد که شفاف باشم سلام من مراد ویسی هستم و خبرهای مهمی رو که در طول روز میبینم انتخاب میکنم و نکات تحلیلی مهمی که در این خبرها دیدم و به ذهنم میرسه همراه با سابقه و تاریخچه این خبرها اینجا با شما در میان میذارم اولین خبر مهمی که امروز دیدم افزایش قیمت نان بود قیمت نان رسما بین چهل تا شست و شش درصد افزایش پیدا کرده و غیر رسمی هم حتما همیشه بیش از این افزایش پیدا میکنه و گزارش هم که به دست ما میرسه نشون میده افزایش قیمت نون بیش از اینه این افزایش چهل تا شست و شش درصدی قیمت نان تو زندگی واقعی بخش قابل ملاحظه ای از مردم فقط یه عدد نیست یه بار جدید و سنگین رو زندگی فقیرترین و نیازمندترین بخش های جامعه ماست ما تو خبرامو میخونیم و رد میشیم ولی واقعیت اینه که نون آخرین سنگر است. آخرین چیزی که میشه از یه سفره کم کرد. اخیرا رئیس اتحادیه سراجان یا همون کیف فروشا گفته بود خرید کیف دیگه برای بعضی ها شده کالای لوکس و مردم دیگه کمتر کیف میخرند چون اولویت خریدشون شده فقط خوراک و پوشاک. واقعیت اینه که بخش قابل ملاحظه ای از مردم ما دیگه حتی قدرت خرید خوراک کافی و پوشاک مناسبم ندارن. مردم ما دارن به دو دسته تقسیم میشن. یه طبقه کوچیک به شدت ثروتمند که از توضیح رانت نفتی و افزایش قیمت دلار و سکه و ثروتهای به آسان و با کمک و حکومت به دست آمده میلیاردها دلار ثروت اندوختن و نمیدونن چطوری این پول بادآورده رو خرج کنند و یه طبقه بزرگ از فقرا که روز به روز داره بزرگتر میشه و خانواده های بسیاری دارن از طبقه متوسط میفتن تو این طبقه فقیر همین پریروز احمد میدری وزیر کار میگفت سی درصد جامعه رسما زیر خط فقرن یعنی دست کم 26 میلیون نفر تازه این آمار دولتیه که محافظه کارانه است و بعضی از آمارا میزان فقرای جامعه رو بیش از این نشون میده این طبقه فقیر که روز به روز داره بزرگتر و فقیرتر میشه همیشه اینطور نبوده خیلی از این مردم و فقیر یه روزی دستشون به دهنشون میرسید این طبقه فقیر که حالا مهمترین دقدقه شده مسکن، خوراک و پوشاک یعنی سه تا مایحتاج اولیه هر خانواده برای این طبقه هر درصدی که اجاره خونه زیاد میشه یعنی یه بار بزرگ برای این مردم که بخش بزرگی از ما هستن افزایش قیمت نون فقط عدار و رقم نیست برای اینا هر قلمی از خوراکی ها که گرون میشه یعنی بالا رفتن احتمال حذف شدنش از غذا و خورد و خوراک خانواده یعنی نزدیک شدن گام به گام به سوء تغذیه بخش بزرگی از جامعه ما یعنی نگرانی ذهنی برای پدر و مادرای خانواده ها یعنی افزوده شدن یه نگرانی دیگه بر کوهی از نگرانی ها و فشاره قبلی یعنی نگرانی از اینی که ممکنه تو در و همسایه و فامیل نتونن آبروداری کنن درست به همین دلیله که وقتی میگن قیمت نان 40 تا 66 درصد افزایش پیدا کرده برای خیلی از مردم و ما این فقط یه عدد نیست برای خیلی ها به معنای ایجاد نگرانی و استرس بیشتر تو خانواده است برای ضعیفترین قشرای جامعه ما برای اونایی که همین سالا یواش یواش گوشت خریدنشون مرغ خریدنشون ماهی خریدنشون سخت و سختتر و کم و کمتر شده و صفرهاشون روز به روز کوچیک و کوچیکتر شده برای اینا افزایش قیمت نان فقط یه عدد نیست برای اینا افزایش قیمت نان دقیقا یعنی حمله بیرحمانه حکومت به آخرین سنگر فقرا به آخرین چیزی که میتونه توی یه سفره باشه افزایش قیمت نان خیلی وقته که برنامه شده من در منطقه پرند هستم این منطقه قشن ضعیفی که به خاطر قیمت های سرزام و تهران مجبور شدم بیان توی این منطقه تصفانه نان دولتی 850 بود روزهای گذشته بلانه تقریبا شده 1100 تومن سیارانه همین مونده و جنس هم هر روز میره بالا ما در شهر صدرای شیراز زندگی میکنیم یک نانی که ادعا میکنن نیم کیلو خمیر هست که خیلی کمتره و نون خیلی کوچیک هست 17 هزار تومن هست آقای پزشکیان که فکر میکنه خدا منطقی که فکر میکنی فقط تو میفهمی تنها کسی که نمیفهمه منطقی یعنی چی تو جمهوری اسلامی هستید خامنه ایه یه معلم یه بازنشسته داره ده دوازده تومن میگیره یه بسیزی یه سپاهی داره بیست و پنج تومن سی تومن تازه بسیز ساده داره انقدر میگیره منطق شما یعنی این خدا لعنتتون کنه که مردم رو بدبخت کردید به خدا مردم نون ندارن بخورن نون ندارن بخورن خبر مهم دیگه ای که دیدم ادامه روزمره اعتراضات سنفیه که من معتقدم اعتراضات زندگی محوره جدای از ادامه اعتراضات کارگرا در بخشای از تأسیسات گازی پارس جنوبی دیدم که اعتراضات اقشار مختلف بعد از بازنشسته‌ها و پرستارها و کشاورزا و کارگرها به قصال هم رسیده و به دلیل اعتراض به شرایط کاریشون در بهشت زهرای تهران اعتراض کردند. و شستن اموات رو متوقف کردن که البته چون موضوع مهمی بوده مقامات زود رفتن و یه جوری موقت مسئله اعتراضشون رو متوقف کردن چون جنازه ها رو زمین مونده بود اما نکته مهمی که اعتراضات بازنشسته در شهرهای مختلف داره اینه که ویژگی خاص این اعتراضه اعتراضات بازنشسته ایران به نظرم سه تا ویژگی داره که اونو بین اعتراضات بقیه اخشار مختلف برجسته میکنه این سه ویژگی استمرار اعتراضات، سراسری بودن اعتراضات و انسجام اعتراضات بازشست در واقع بازنشست ها از اقشاری که در سالهای اخیر به طور منظم، مداوم و منسجم و در سراسر کشور در حال اعتراض

از پا نمی نشینیم تا حق مون نگیریم از نمی نشینیم بازش از صداد بزن حق تو فریاد بزن بازش از صداد بزن حق تو فریاد بزن اجرای آی نومه حق مسلم ما اجرای آی نومه حق مسلم ما اجرای آی نومه حق مسلم ما اجرای آی حق نکته مهمی که درباره اعتراض بازنشسته ها وجود داره اینه که این اعتراضات در آینده به احتمال بسیار بیشتر هم خواهد شد چرا چون منبع تأمین مطالبات بازنشسته های لشکری و کشوری باید صندوق های بازنشستگی باشه ولی اونطور که اقتصاددانای سرشناس جمهوری اسلامی مثل مسعود نیلی میگن این صندوقات در عمل به دلیل سوء مدیریت و حکومت ورشکستن و الان کل بار مالی پرداختا به بازنشستا بر عهده دولته یعنی دولتی که خودش با عمل کرده نادرست و برداشتای نادرست و حیف و میلا و فسادا در صندوق های بازنشستگی در عمل اونا رو ورشکسته کرده حالا باید به جاشون پول بده اگرچه رسما اینو نمیگن چون عواقب سیاسی امنیتی داره نمیگن ورشکست شدن یعنی الان با این وضعیت های بازنشستگی دولت هر ماه مجبوره در کنار تمام کسر بودجه و پرداختایی که برای هر کدوم از اونها مشکل داره مثل مطالبات عقب افتاده کشاورزی گندمکار یا بقیه پرداختای دولت الان دولت مجبوره هر ماه پول لازم رو برای پرداخت به بازنشسته هم فراهم کنه که رقم بسیار سنگین و بخش مهمی از کل درآمد نفته و حتی میگه در حد 500 هزار میلیارد تومنه دولت الان در بودجه خودش امسال یه چیزی نزدیک 500 هزار میلیارد تومن هزینه هاییه که بابت بازنشستگی خرج میکنه این 120 برابر شد هزینه های بازنشستگی رو من اگر با اون بار مالی که مربوط به تمین اجتماعی میشه تو دولت گذاشته میشه اینو من با درامت های نفت تو بودجه مقایسه بکنم این سر به سر میشه یک کمی همون بیشتر میشه و چون بازنشستگی قاعدتا نباید تو بودجه باشه در واقع الان بودجه ما کاملا غیر نفتیه ضمن اتفاق خیلی بزرگی تو کشور ما افتاده بر اساس آمارای رسمی که ما تو این فاصله ده میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقرمون اضافه شده اینو به هر کس بگی میگه مطمئنی این صفرش جلوش هست یا نیست میگه واقعا ده میلیون نفر اضافه شده به جمعیت زیر خط فقرمون با هر جور محاسبه ای که میکنیم خود دولت هم که میخواد اون بیاد ابتکار عمل در پیش بگیره میگه من درآمدهای خودم که از شما وزش بدتره من با شدت بیشتری درآمدام کم شده بودجم تقریبا غیر نفتی شده به اندازه بازنشستگی من نفت دارم الان یعنی در واقع هیچی نمیتونم به شما بدم خبر مهم دیگه که امروز دیدم صحبت رادان فرمانده کل انتظامی بود درباره اهمیت چادر به عنوان پرچم نظام جمهوری اسلامی رادان که مسئول اصلی تحمیل اجاب اجباری در خیابانا و فرمانده ارشد گشت ارشاده در تازه ترین صحبتاش گفته چادر مثل پرچم مونه و اگه چادر از ما بگیرن پرچم رو از ما میگیرن صحبتاش رو بشنمی بعد من چند نکته ارز کنم میتازن بر چادر ما چادری که حضرت زهرا اون رو به یادگاری داد و خانم زینب از دست حضرت زهرا یادگاری گرفت تا یادگاری به ما بده میتازن برش چرا میتازن برای اینکه اگر چادر رو بگیرن پرچم رو میگیرن و وقتی پرچم را گرفتن همه کاری میشه شد. راجب به این حرف های رادان چند نکته ارز کنم اولا رادان نماد خشونت و به اصطلاح خودشون مشتاهنین نظامه و سال 1401 هم به جای حسین اشتری رادان را آوردن به عنوان فرمانده نیروی انتظامی معرفی کردن که نیروی انتظامی و یگان ویژه در مقابل اعتراضات گسترده ای مردم در خیزش زن زندگی آزادی چون در حال خسته شدن و فرسوده شدن بود از نظر روحی و روانی نظام تلاش کرد با آوردن رادان و با انتصاب فردی مثل اون که سابقه خشونت زیاد در دوره فرماندهیش در نیروانظامی تهران داشت مثلا معترضا رو بترسونه و به نظام و طرفداراش در اوج اون اعتراضات روحیه بدن این یه نکته یعنی ما با چنین آدمی روبرو هستیم بعد این آدم اومده از ضرورت دفاع از چادر در برابر اونچه که تهاجم فرهنگی خونده صحبت کرد. نکته مهم صحبتاش اینه که رادان از یه نظر درست میگه که اگر چادر مورد نظر رادان یعنی حجاب اجباری بره نظام هم به یه معنا میره. خب خودشون اینطوری این نظام رو تعریف کردن تقصیر کسی نیست. تو صحبتاش میگه چادر پرچم ماست. خب سوال اینه که چه کسی هجاب اجباری و چادر اجباری رو به موجودیت نظام گره زد خودشون این کار کردن که بود و نبود جمهوری اسلامی رو طوری تعریف کردن که اگه زنا در خیابان روسری رو در بیارن انگار نظام جمهوری اسلامی سقوط کرد خودشون مرز بود و نبود نظام رو از نظر فرنگی اینجوری باریک تعریف کردند که اگه حجاب نباشه یعنی نظام نیست در حالی که در خیلی از کشور اسلامی اصلا اینطور نیست مردم مسلمونن ولی حجاب به این شکل اجباری که جمهوری اسلامی داره اونجا نیست از اون طرف وقتی میگن چادر پرچم نظامه مگه تو همین کشور ما قبل از انقلاب مگه مردم ما مسلمون نبودن آیا همه چادری بودن؟ نبودن که نکته دیگه این که چادر یعنی حجاب اجباری ممکنه پرچم نظام و جمهوری اسلامی باشه ولی حتما پرچم ملی ایران و ایرانیان نیست لازم هم نیست باشه چادر یا پوششه یه لباسه مثل بقیه لباس ها هر کی دلش خواست میتونه بپوشه هر کی هم نخواست میتونه پوشش دیگه رو انتخاب کنه حیثیت ملی نیست اینطوری که رادان میگه حتی برای همه افراد مذهبی هم این حیثیتی نیست حد اکثر برای جمهوری اسلامی حیثیتیه اونم به دلایل ایدولوژیک، سیاسی و امنیتی. اما راجع همین اجاب اجباری یه نکته دیگه هم بگم که این نگاه حاکمیت و کل نظام و نه فقط رادان هر کدوم از بخش‌های حاکمیت یه بخشی از این وظیفه تحمیل حجاب اجباری رو به دارن یکی مثل خامنه میگه حجاب خط قرمزه باید اجرا بشه یکی مثل رادان تو خیابون با گشت ارشاد زنا رو سرکوب میکنه یکی هم مثل محمد جواد ظریف در مجامع بین المللی با فریب تلاش میکنه حجاب رو به عنوان فرهنگ مردم ایران معرفی کنه در حالی که حجاب اجباری فرهنگ مردم ایران نیست Iran recently jailed dozens of women for appearing in public without head coverings. Iran is a very people have specific traditional cultural value. We do not again punish or criminalize anybody for their activity at home. What is important is what they do in the street, what they do in the society. And we have a different set of norms than, than Western societies when it comes to sexual preferences. Exhibited in the street, not in their personal lives. Last, every country has a dress code. If the lady was sitting here, I would tell her. That every society has a dress code. We may like that dress code or we may dislike that dress code. But the laws of that society require people to respect the dress code that they establish. In a, nude, in, in a society that believes in nudity, that's a, that's a, a restrictive dress code. So you set you the limit somewhere. And that somewhere, is determined by the moral norms of that society. In Iran, for a man to go to the street without a t shirt on, that's indecent exposure. Hmm. They have to put something on. I, I know uh, that you cannot even enter McDonald's without a t shirt on. That's a, that's a dress code. I do not want to minimize that, but, but you should not over uh, sensationalize it. خب این حرفا تلاش برای فریب دادن دنیا و وارونه نشون دادن حقایق ایران در سطح بین المللیه. اولا که حجاب اجباری جزء فرهنگ ما ایرانیا نیست و در دوره جمهوری اسلامی اجبار شده. دومی که اون درس کودی که ظریف میگه خارجی ها دارن و مثل حجاب ما میمونه دروغ میگه. دروغ میگه مثل ظریف. درس در خارج از ایران به قوانین و مقرراتی گفته میشه که طبق اون لباس پوشیدن در مناسبت ها و مکان های مختلف رو تعیین میکنه با حجاب اجباری فرق داره خبر مهم دیگه که دیدم و به نظرم تلخ بود برای ما ایرانی ها این بود که ترکیه اعلام کرد ما آینده نیروگاه اتمیش رو که پنج برابر نیروگاه اتمی بوشهر ظرفیت داره افتتاح میکنه ولی همزمان با اون همین امروز پرونده اتمی ایران دوباره روی میز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود و گفتند که نمیتونن تایید کنند که برنامه هسته ایران میزه یعنی شما ببینید همسایه های ما یکی یکی دارن نیروگاه اتمی میسازن بزرگتر از نیروگاه اتمی بوشهر ما میسازن ولی نه با دنیا دست به یقن نه مردمشون تحریم شدن نه پاشون با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شورای امنیت باز شده و نه قدنامه علیهشون صادر میشه 6 تا 6 تا این یعنی چی یعنی اینی که جمهوری اسلامی در پرونده هسته ای رو اشتباه رفته اشتباه داره میره و هزینه های سنگینشو و هزینه های همه جوره شو مردم ایران دارن میدن مدام به مردم و ما گفتن ما نیروگاه اتمی میسازیم که برق پایدار داشته باشیم خب ما الان برق پایدار داریم ما که کل صنایمون تو این تابسون از قطع مدام برق متضرر شدن صدای مردم در سراسر کشور از قطع مدام بغدر برق در اومده خب این برق اتمی که میگفتید با این هزینه ها چقدر به درد ما خورد کل ظرفیت نیروگاه اتمی بوشهر هزار مگاواته از حدود 90 هزار مگاواتی که ما الان مصرف برق داریم یعنی حدود یه درصد ولی این همه به خاطرش هزینه دادیم. در حالی که ترکیه نیروگاه اتمی درست کرده 4800 مگاوات یعنی پنج برابر ظرفیت بوشهر و اصلا هم تحریم نشده با دنیا هم دعوا نداره شورای امنیت هم نبردنش فقط هم ترکیه نیست امارات متحده عربی نیروگاه برکه رو ساخته 5600 مگاوات یعنی حدود 6 برابر ظرفیت نیروگاه اتمی بوشهر ما هزینهش هم حدود 20 میلیارد دلار برآورد شده ظرف چند سالم ساختنش نه مثل نیروگاه اتمی ما که روس اتم روسیه از روسیه که اومد چند دهه طولش داد و ده ها برابر هزینه های در دنیا هم هزینه شد خب این یعنی فاجعه از اون طرف یعنی دنیا حق داره بگه که شما دنبال برنامه هسته سلامیز نیستید اگر بودید که ترکیه و امارات بیشتر و بزرگتر از شما برنامه نیروگاه اتمی داشتن پس چرا پرونده اونا رو میز آژانس نیست همین امروز رافال گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته ما الان سه سال و نیمه که نظارتی رو برنامه اتمی ایران نداریم نمیتونیم تایید کنیم برنامه صلح میزه طبق گزارشام اورانیوم غنی شده بالای 6 درصد جمهوری اسلامی برای ساخت چند تا بمب اتمی که میکنه جالبه که مدیر آژانس گفته امیدوارم برم تهران با رئیس جمهور جدیدشونم آشنا بشم اونم در کشوری که برنامه هستیش دست سپاه و رهبر و رئیس جمهور در این مورد عملا خیلی کاری نیست اونچه ما درباره ایران فکر میکنیم اینه که مقداری کار وجود داره ما چیزی که در حال حاضر نشون دهنده عجله اونها برای غنی سازی بیشتر اورانیوم باشه نمیبینیم در حال حاضر روی کرده من درباره ایران اینه که سعی کنم مسائل رو حل و فصل کنم و اقدام تنبیهی جدیدی برای این کشور در نظر نگیریم من مایلم تلاش کنم تا همکاریمون به نتیجه برسه و اقداماتی رو انجام خواهم داد که شفاف باشد خبر مهم دیگه ای که دیدم تکذیب حمله هوایی اسرائیل به پایگاه سپاه در سوریه از طرف ناصر کنانی سخنگو به خارجه بود یعنی حمله سنگین هوایی که یک شنبه شب اسرائیل به چند تا نقطه سوریه کرد جمهوری اسلامی داره میگه به مقرای سپاه حمله نکردن سوریه رو زدن یه جوری داره میگه که از زیر این انتظار طرفداراش که باید به حملات اسرائیل جواب بدن داره در میره و میگه ما رو نزدن که بزنیم گزارش میگه اسرائیل یه مرکز تحقیقاتی سوریه رو بمباران کرده ولی اونجا موشک زمین به زمین ساختن جمهوری اسلامی میگه مال ما نبوده مال سوریه بوده این معنی چی میشه جمهوری اسلامی میخواد از زیر بار فشار برای پاسخگویی در بره در حالی که سوریه که دعوای خیلی نداره با اسرائیل دعوای فعالی نداره اگر یک جایی رو تو سوریه زدن یا مرتبط با سپاس یا مرتبط با گروه نیابتیش و اگر روزای دیگه جنازه برگرده معلوم میشه که کجا رو زدن خیلی ممنون و متشکر شب و روز شما خوش